مراسم تشییع پیکر شهدای قیام مردم کازرون. درودهای مریم رجوی و فراخوان به حمایت از کامیونداران. نیکی هیلی: رژیم یاغی ایران باید تحت فشار قرار بگیرد. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. روز سه‌شنبه اول خرداد مراسم تشییع پیکر شهید امیدرضا یوسفیان از شهدای قیام کازرون رأس ساعت 17 با حضور گسترده مردم برگزار شد. همچنین مراسم تشییع پیکرهای علی محمدیان آزاد و هادی جهانتاب، دو شهید دیگر کازرون، ساعت 18 در گلزار سید محمد نوربخش برگزار شد. در پی فراخوان قبلی مبنی بر اعتصاب رانندگان کامیون، تاکنون رانندگان بیش از 70 شهر از 24 استان کشور به این اعتصاب پیوستند. رانندگان معترض در سعادت شهر در استان فارس با بستن جاده اعتراض خود را نشان دادند. روز 1/3/97 روز اعتراض سراسری رانندگان کشورمون، ما به احترام همکارای عزیزمون تو مسیر تربت جام به سمت فریمان هستین الان و داریم خالی میریم به سمت فرشتین. امیدوارم که این خالی رفتن ماشینامون نتیجه خیلی بهتری داشته باشه واسه فرداهای بهتر و امید این که جواب بده این اعتراض ما. ممنونم از همه که خواهش میکنم که امروز بار نزنیم و همدیگه احترام بذاریم، همه پای هم پشت هم باشیم که نتیجه خوبی بگیریم. ممنونم از همگی. خانم مریم رجوی با درود به کامیونداران و رانندگان زحمتکش ماشین‌های سنگین در سراسر کشور، از آنها خواست به اعتصاب همکارانشان بپیوندند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت از عموم هموطنان درخواست کرد به حمایت و پشتیبانی از کامیونداران برخیزند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در پیامی خواستار فشار به رژیم ایران به دلیل حمایت از تروریسم شد. به این مواضعه مایک پومپئو وزیر خارجه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد رژیم ایران را درست دانست و گفت رژیم ایران باید تحت فشار قرار گیرد تا حمایتش از تروریسم و تهدیدش علیه چندین کشور متحد و منافع آمریکا را متوقف سازد. سیاست‌های سابق در رابطه با رژیم ایران آشکارا شکست خوردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 5 تن از مهره‌های وابسته به سپاه پاسداران را به لیست سیاه تحریم‌ها اضافه کرد. اسامی مهره‌های وابسته به سپاه پاسداران که مورد تحریم قرار گرفتند عبارتند از مهدی آذرپیشه، محمد آقا جعفری، محمود باقری کاظم‌آباد، جواد بردبار شیرامین و محمد علی حداد نژاد تهرانی. این افراد آموزش فنی موشک‌های بالستیک به شبه نظامیان حوثی و انتقال سلاح از طرف نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران به یمن را انجام می‌دادند. وزیر اقتصاد آلمان روز سه‌شنبه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی بر ناتوانی دولت این کشور و دیگر دولت‌های اروپا در حمایت کامل از شرکت‌ها در برابر تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران تأکید کرد. پتر آلتمایر تصریح کرد دولت آلمان قادر به حفاظت کامل از آنها نیست. وزیر اقتصاد آلمان افزود امکان برطرف کردن کامل پیامدهای خروج آمریکا از برجام وجود ندارد. این بود در یک نگاه این ساعت. به ادامه برنامه ها توجه کنید. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.